برای آمین. امروز و این پرستشی که خداوند به ما هدیه داده. آمین. درود بر شما عزیزان. خدا رو شکر باز فرصت هست با شما خداوند قدوس رو پرستش کنیم. میخوام قسمتی از کلام خدا رو بخونم و همونطور که روز به جان میدونی که واقعا چقدر ما شهادت داریم وقتی که نام عیسی مسیح رو به زبان آوردیم، در قلب خودمون ایمان آوردیم و اون رو اعلام کردیم، چقدر توش قدرت بوده. امروز هم ما این شهادت رو داریم. عیسی مسیح خودش به ما عزیزان آموخت در یوحنا باب 17 آیه 6 به بعد عیسی مسیح این چنین میگه: پدر، من نام تو را بر آنان که از جهانیان به من بخشیدی آشکار ساختم. از آن تو بودن و تو ایشان را به من بخشیدی و کلامت را نگاه داشتم. و بعد دعا میکنه که پدر اینها را به نام من اینها را محافظت کن. و داوود توی مزمور 118 چقدر زیبا میگه، وقتی که تو فشار و تنگی بود، داوود اینچنین میگه، مزمور 118 آیه 10 به بعد میگه: همه قوم ها مرا احاطه کردند، اما من به نام خداوند ایشان را قطع کردم. از هر سو احاطه ام کردند، اما من به نام خداوند ایشان را قطع کردم. مانند زنبور احاطه ام کردند، اما همچون آتشی در میان بوته های خار به سرعت خاموش شدند. من به نام خداوند ایشان را قطع کردم. سخت بر من فشار آوردند، اما من به نام خداوند دعا کردم. خداوند قوت و سرود من است، او نجات من گردیده. عزیزان، نقطه ضعف شریر اینه که نام عیسی رو اعلام کنیم. نام خداوند توش قدرت هست و خداوند این رو برای شما آشکار کرده که امروز به نام عیسی هر دسیسه شیطان رو باطل کنیم. آمین. ما میخوایم با این قوت بریم خداوند رو پرستش کنیم. با ما باشین عزیزان، خداوند برکتتون بده. Oh.
سر تو سر قلبم، مگر از آن تو باشد دیگر چیزی نخواهم. ای پدر پس خدا خداوند به ما وعده داده که مطابق اون چیزی که در کلامش گفته عزیزان، خدای ما وعده داده که میاد. شما عزیزی که شاید برای اولین بار دارین برنامه رو نگاه میکنی، مطمئنم بارها شنیدی که این وعده بوده که عیسی روزی برمیگرده و وقتی که برمیگرده اون قیامت و اون قیامته، اونه که باید بیاد. امروز خدایی که ما داریم پرستشش میکنیم اعلام میکنیم خداوند بیا، اون پادشاهی تو بیاد، اراده تو بیاد، بازگشت تو خداوند. این وعده خداست که او برمیگرده، او برمیگرده و شکر میکنیم خدای زنده‌ای که وعده داره.